گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل بپذیر گناهت پاک سازد شبت را روز کند قلبت را نو سازد دائم با تو ماند گر خواهی شادی وجد حقیقی ایسا را در دل شنوندگان عزیز عنوان این مطالعه در کلام خدا هست من یک مسلمان هستم چرا باید به فکر مسیحی شدن باشم؟ تکرار می کنم عنوان این مطالعه هست من یک مسلمان هستم چرا باید به فکر مسیحی شدن باشم عزیزان از شما دعوت می کنم تا قبل از شروع این مطالعه با هم دعا کنیم. خداوندا از تو سپاس که ما را دوست داری و بسیار مشتاقی تا با ما صحبت کنی خودت را به ما بشناسونی و رابطه شخصی و صمیمی با ما داشته باشی. خداوندا از تو درخواست می کنیم تا برای درک اون چه تو می خواهی امروز به ما یاد بدی به ما کمک کنی. خداوندا به فکر، جان و جسم ما آرامش، حکمت و توان عطا بفرما تا اون چه را که خودت می خواهی به ما بیاموزی یاد بگیریم. در نام عیسی مسیح از تو درخواست می کنیم. آمین. عزیزان شنونده چنانچه برای شما مقدوره قلم و دفتری در دسترس داشته باشید تا بتونید آدرس آیات و قسمتهای مختلفی از کلام خدا را که در طول این مطالعه به سمع شما میرسونم یادداشت بفرمایید عزیزان امروز خواهیم از مطالعه کلام خدا این مهم را یاد بگیریم که چرا هر انسانی باید به عیسی مسیح ایمان بیاره؟ عزیزان مردم معمولا دنبال روی دین و مذهب والدین و یا فرهنگ های بومی خودشون هستند که در اون زندگی میکنند. این فرهنگ میتونه اسلامی، بودایی و یا کاتولیک باشه. اما در روز داوری هر کسی باید در رابطه با خودش پاسخگو باشه که آیا به حقیقت خداوند ایمان داشته؟ در میان این همه ادیان مختلف حقیقت چیه؟ دوست خوب من عیسی مسیح پاسخ این سوال را به ما داده در انجیل یوحنا فصل چهارده و آیه شش عیسی مسیح میفرماید راه منم راستی منم زندگی منم هیچ کس نمی تواند به خدا برسد مگر به وسیله من آمین عزیزان باید به این مهم توجه داشته باشیم که مسیحیان واقعی پیرو عیسی مسیح هستند چگونه عیسی مسیح تونست ادعا کنه که تنها راه رسیدن به خدا اوست؟ بیایید پاسخ این پرسش را در کتاب مقدس جستجو کنی. کتاب مقدس نشون میده که به دنیا اومدن مسیح از باکره پیشگویی کتاب مقدس را به سرانجام رسونده او در مقایسه با دیگر انسانها بسیار منحصر به فرد رشد نمود و زندگی کرد چون او هرگز مرتکب هیچ گناهی نشد در کلام خدا در اول پتروس فصل دو و آیه 22 میخوانیم شما میدانید که او هیچ گناهی نکرد و هرگز دروغی از دهان او شنیده نشد آمین عزیزان مردم دست دست جمع می شدند تا به آموزه های ایسای مسیح گوش فرا بدند و از معجزات او حیرت زده می شدند. مسیح بیماران را شفا داد، مرده را زنده کرد و بر روی آب راه رفت. ایسای مسیح تنها کسی بود که سزاوار مرگ نبود. اما با این وجود او مرگ و رستاخیز خود از مردگان را پیشگویی کرد در انجیل متا فصل 20 آیه های 18 تا 19 عیسی مسیح می‌فرماید اکنون ما به اورشلیم می رویم و در آنجا پسر انسان به دست سران کاهنان و ملایان یهود تسلیم خواهد شد و آنان او را به مرگ محکوم کرده تحویل بیگانگان خواهند داد تا آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و مصلوب کنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد. آمین. با مطالعه کلام خدا در میابیم که هر چی که عیسی مسیح فرموده بود واقعا اتفاق افتاد. سربازان رومی عیسی مسیح را کتک زدند، تاجی از خار بر سر او گذاشتند، مردم او را مسخره کردند و به صورتش آب دهان انداختند و سپس دست و پاهای او را به صلیب میخکوب کردند. عزیزان عیسی مسیح قدرت نجات دادن خودش را داشت اما داوطلبانه مرگ بر روی صلیب را انتخاب کرد و بعد از آن که بر روی صلیب جان داد و مرد و در قبر نهاده شد پس از سه روز دوباره زنده شد حال سوال اینجاست که چرا صلیب به عنوان یک مسلمان شاید این سوال در ذهن شما شکل بگیره که چرا الله باید این اجازه را میداد که پیامبرش عیسی این گونه مورد آزار و بیرحمی قرار بگیره و بدان وضع فجی بر روی صلیب کشته بشه عزیزان در پاسخ این سوال شما باید عرض کنم که مرگ عیسی مسیح ضروری بود و باید اتفاق می افتاد برای اینکه در کلام خدا در کتاب رومیان فصل 3 و آیه 23 می خانیم که زیرا همه گناه کرده اند و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار دارد نرسیده است آمین پس در ابتدای امر در میابیم که در چشم خداوند انسان معصوم و بیگناهی وجود نداره کلام خدا به وضوح به ما میگه که همه گناه کردن و هیچ کس به آن کمال مطلوب و پرجلالی که خدا انتظار داره نرسیده عزیزان چه از پدر و مادر خودمون نافرمانی کرده باشیم چه دروغ گفته باشیم خدا را اون گونه که باید دوست نداشته باشیم و یا به کلام خدا اعتقادی نداشته باشیم به هر حال بر ضد خدا مرتکب گناه شده ایم در کتاب رومیان در فصل 6 آیه 23 می‌خوانیم مجازات گناه مرگ است زیرا هر که گناه کند تنها دست مزدی که خواهد یافت مرگ است پس می بینیم که همه انسانها گناه کردند و همه انسانها لایق دریافت دست مزدی هستند که اون مرگ و جدایی ابدی از خداست عزیزان خداوند خشم خود نسبت به بی ایمانان را با دور کردن آنان از حضور خود و قرار دادن آنها در جهنم نشان خواهد داد. در کتاب دوم تسالونیکیان فصل یک آیه های شش تا نه چنین می خانیم. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار می رسانند جزا خواهد داد. و به شما که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند کیفر خواهد داد. آنان کیفر حلاک جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید. آمین. عزیزان عیسی مسیح به عنوان یک قاضی عادل از هیچ گناهی چشم پوشی نمی کنه. ما قادر به نجات خودمون از طریق انجام اعمال خوب و یا انجام اعمال مذهبی نیستیم. کلام خدا در کتاب افاسسیان فصل دو آیه های 8 تا نو این مهم را برای ما روشن میکنه که هیچ انسانی نمیتونه با انجام کارهای خوب با به جا آوردن قوانین مذهبی عادل بشه گناهانش بخشیده بشه و به بهشت بره در این آیات میخوانیم بنابراین در اثر بخشش رایگان و مهربانی خدا و توسط ایمانتان به مسیح است که نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه هدیه خداست نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست از این رو هیچ کس نمیتواند به خود ببالد پس توجه میکنید دوست عزیز من که کلام خدا به وضوح به ما میگه که نجات نتیجه اعمال خوب ما نیست بیشتر ادیان دنیا پیروان خودشون را به انجام اعمال مذهبی دعوت می کنند و به اونها قول می که در صورتی که تمام اعمال مذهبی را در تمامی روزهای عمرشون انجام بدند شاید بخشیده بشن و به بهشت برند در حالی که کلام خدا این را به ما تعلیم نمیده این نکته تفاوت کلیدی بین مسیحیت و اسلام آموزه های اسلام میگه که یک فرد با پیروی از اجرای اصول دین میتونه وارد بهشت بشه عزیزان اگه ممکن باشه که کارهای بد خودمون را با انجام کارهای خوب خودمون پوشش بدیم باز هم کتاب مقدس به ما میگه که حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است. در کلام خدا در اشعیا فصل 64 آیه 6 این مهم را میخونیم. در این آیه میخوانیم حتی کارهای خوب ما نیز تمام به گناه آلوده است آمین عزیزان کلام خدا همچنین به ما یاد میده که حتی یک گناه کوچیک هم میتونه به منزله شکست تمام احکام خدا باشه در کتاب یعقوب در فصل دو و آیه ده میخوانیم چون اگر کسی تمام شریعت را رعایت کند و فقط یکی از قوانین آن را بشکند باز هم در مقابل تمام شریعت مقصر است. آمین. دوست خوب من، افراد گناهکار هیچ کاری نمیتونن انجام بدن تا شایستگی ورود به پادشاهی آسمان را کسب کنند. خداوند پسرش را برای گناهکاران قربانی کرد در کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 3 و آیه 16 میخوانیم زیرا خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد حلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد دعا می کنم که شما به عیسی مسیح ایمان بیارید و بتونید حلاک نشید و زندگی جاوید دریافت کنید. عزیزان خدا می دونست که گناه بشر او را از بهش دور کرده بود. خدا می دونست که پرداخت بهای گناه تنها توسط یک فرد کامل بی نقص که بتونه بهای مرگ را بپردازه ممکن بود. بنابراین برنامه جاودانه و غیرقابل تغییر خدا این بود که یگان فرزند خودش عیسی مسیح را برای مردن به جای گناهکاران به این جهان بفرسته کلام خدا در اعمال رسولان فصل 16 و آیه 31 می‌فرماید به عیسی مسیح ایمان بیاور تا نجات یابی. به عنوان یک مسلمان ممکن شما بفرمایید من به مسیح ایمان دارم قبول دارم که عیسی یک معلم بزرگ یک پیامبر بزرگ و یک مرد درست کار و خوب بود اما شما نمیتونید بگید که مسیح یک معلم واقعی بود ولی در عین حال گفته او مبنی بر اینکه او راه، راستی و زندگی است را انکار کنید. شما نمیتونید ایمان داشته باشید که عیسی مسیح یک پیامبر بزرگ بود ولی در عین حال پیشگویی او را که بر روی صلیب خواهد مرد و پس از سه روز زنده خواهد شد را انکار نمایید در انجیل لوقا فصل 18 آیه های 31 تا 33 میخوانیم ایسا دوازده شاگرد خود را به کناری برد و به آنان فرمود ما اکنون به اورشلیم می رویم و آنچه انبیا درباره پسر انسان نوشته اند به حقیقت خواهد پیوست. او به دست بیگانگان تسلیم خواهد شد، او را مسخره خواهند کرد و با او بدرفتاری نموده به رویش آب دهان خواهند انداخت. او را تازیانه زده و خواهند کشت. اما در روز سوم باز زنده خواهد شد دوست خوب من شما نمیتونید قبول داشته باشید که عیسی مسیح یک انسان خوب بود ولی در عین حال ادعای او مبنی بر فرزند خدا بودن را رد کنید شما نمیتونید به فکر مسیحی شدن باشید بدون درک این حقیقت که مسیحیت جدا از دیگر ادیانه و هیچ دین دیگری را در بر نمیگیره در اعمال رسولان فصل چهار آیه دوازده میخوانیم در هیچ کس دیگر رستگاری نیست و در زیر آسمان هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیله آن نجات یابیم آمین دوست خوب من نتیجه گیری گریزناپذیر مسیحیت اینه که یا عیسی مسیح بار گناهان ما را بر روی صلیب به دوش خود کشید و یا اینکه شما بار گناهانتان را در دوزخ به دوش خود خواهید کشید در انجیل یوحنا فصل 3 و آیه 36 میخوانیم خدا کسانی را که به فرزند او ایمان آورند نجات میدهد و زندگی جاوید نصیبشان میسازد ولی کسانی که به او ایمان نیاورند و از او اطاعت نکنند به حضور خدا راه نخواهند یافت بلکه گرفتار خشم او خواهند شد آمین دوست خوب من امیدوارم همونطور که در کتاب مقدس جستجو می کنید خداوند قلبتون را بیدار کنه تا از گناهانتون برگردید و به عیسی مسیح ایمان بیارید خدا را شکر عزیزان چنانچه شما با شنیدن این مطالعه در کلام خدا قلبتون لمس شده و مایلی تا به عیسی مسیح به عنوان منجی و خداوند خودتون ایمان بیارید از شما دعوت می کنم تا با من این دعا را به حضور خدا ببرید خدای عزیزم از اینکه بر ضد تو گناه کرده ام غمگین و متاسفم به عنوان یک گناهکار سزاوار مرگ ابدی در دوزخ می باشم اما ایمان دارم که تو فرزند خود عیسی مسیح را فرستادی تا برای گناهان من بر روی صلیب جان خود را فدا کنه و پس از مرگ دوباره او زنده شد من در همین لحظه از خواسته های گناهالود خودم روی برمیگردانم من از تلاش های خودم برای رسیدن به بهشت از طریق کارهای نیک توقف می کنم. خداوندا من به کار تمام شده عیسی مسیح بر روی صلیب جلجوتا ایمان می آورم. خداوندا من تو را دوست دارم و متعهد می شم تا فرمان بردار کلام تو باشم. خداوند من زندگیم را به تو تسلیم می کنم. از زندگی من برای جلال نام خودت استفاده کن در نام عیسی مسیح این درخواستم را به تو تقدیم می کنم آمین شنوندگان عزیز تا مطالعه بعدی در کلام خدا و شناخت باز هم بهتر از عیسی مسیح دعا می کنم تا در آرامش الهی او به سر ببرید آمین